منحنی یو آدم هایی که این کتاب به اونها میپردازه زندگی های متفاوتی داشتن هر یک از اونها نمونه ای هستن از اعمالی که به یک شخصیت قوی منجر می اما یک الگوی مشخص در تمام اونها وجود داره اونها مجبور بودند پایین برند تا بتونند بالا بیان اونها باید به قعر درههای های افتادگی و فروتنی و کوچکی نزول می کردن تا بتونن به قله های شخصیت صعود کنن. جاده شخصیت اغلب سرشار از لحظه از بحران ها و مواجهه های اخلاقی و بازومدن از اون هاست. وقتی اونها در معرض آزمون های سخت و دشوار قرار می گرفتند، ناگهان توانایی بیشتری برای نگاهی دوباره به ذات خیش میافتند. خودفریبی و توهم هر روزه اونها در برابر تسلطشون بر نفس فرو میریخت. اگر آنان دلشان میخواست که صبحها با شخصیتی متحول شده از خواب برخیزند چاره ای نداشتند که با خداگاهی خود را کوچک بشمارند و متواضع باشند. آلیس برای ورود به سرزمین عجایب باید کوچک میشد و یا آنطور که کیر کیرکگور کیر... 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 نمیدونم اسمشم پانوشت ننوشته خلاصه ایشون گفته که تنها کسی که به زیرین جهان نزول میکنه میتونه آنچرا که به آنش میورزد نجات دهد اما پس از اون زیبایی آغاز می شد. در دره فروتنی آنها می که چطور خود را ساکت کنند. تنها با خاموش ساختن خیشتنشان بود که می توانستند دنیا را واضح و شفاف ببینند. تنها با ساکت کردن این صداهای اضافی بود که توانایی درک دیگر مردمان و پذیرش آنچه آنها عرضه می رو می آفتن. به محض اینکه آنها خودشون رو خاموش می فضایی در درونشان ایجاد می شد تا زیبایی و برکت به اون سرازیر بشه خودشون رو در معرض کمک و یاری کسانی می که انتظار کمکشان رو نداشتند خود را می دیدن که به خوبی توسط دیگرانی درک می شوند و مورد توجه قرار می گیرند که پیش از آن حتی نمی توانستند توجه آنها را تصور کنند چنان تجربه ای از عشق و محبت دیگران نسبت به خود می یافتند که پیش از آن خود را سزاوار اون هم نمی دونستند. دیگه لازم نبود با آب و آتیش بزنن چرا که دستهای دیگران برای کمک به اونها و بالا کشیدنشون به سوی اونها دراز شده بود خیلی زود آدم هایی که به جرفترین نقاط در رای فروتنی نزول کرده بودند، احساس می‌کنند که دوباره به سوی شادی و مسئولیت های تازه اوج گرفتند. خودشونو می بینند که به دنیایی از کارهای گوناگون پرتاب شدند. دوستان جدیدی پیدا کردن و عشقهایی تازه رو در وجودشون میپرورونن آنها در کمال حیرت در میابند که چه سفر درازی را از زمانی که نخستین بار در معرض آزمونهای سخت قرار گرفته بودند از سر گذروندند به عقب نگاه می‌کنند و میبینن چه مسافت زیادی رو پیمودن و چقدر نسبت به حزیزی که در اون قرار داشتن اوج گرفتند زخمهاشون التیام نیافته بلکه اساسا آدمهای دیگه ای شدن رسالت یا حرفه یافتن و خودشون رو متعهد به یک حس فرمان برداری طولانی میدونن و خودشون رو وقف خوشی هایی که به زندگیشون معنا میده هر یک از مراحل چنین تجربه ای آثاری در روح چنین فردی باقی میگذاره این تجربه درون اونها رو این تجربه درون اونها رو سر و شکلی تازه میبخشه و موجب انسجام استواری و وزن روح و روان اون میگرده آدم های برخوردار از شخصیت ممکنه آرام یا پرسر و صدا باشن اما همشون از سطح مشخصی از عزت از نفس برخوردارند. عزت نفس با اعتماد به نفس یا حس احترام نسبت به خود متفاوت داره عزت نفس به ذریب هوشی یا یکی دیگه از امتیازهای ذهنی یا جسمی که میتونه در راه یافتن شما به دانشگاه های برتر کمک کنه ارتباطی نداره چیز قابل مقایسه نیست که بتوان اون رو با بهتر بودن نسبت به دیگران در یک موضوع خاص به دست آورد بلکه اون رو در بهتر بودن نسبت به آنچه خودتون قبلا بودید و با اعتماد بودن در مواقع آزمون های گوناگون و سرسخت بودن به هنگام وسوسه های مختلف میتوان کسب کرد این احساسیه که در کسانی به وجود میاد که از لحاظ اخلاقی قابل اعتمادند عزت نفس از طریق پیروزی های درونی به دست میاد نه پیروزی های بیرونی این احساسیه که تنها توسط کسانی به دست میاد که در برابر برخی وسوسه های درونی تحمل به خرج دادند، با ضعف خودشون رو در رو شدن و خدا میداند که چندین بار به خود گفتند خیلی خوب در بدترین شرایط ممکنم میتوان این را تحمل کنم میتوانم بر آن موضوع هم غلبه کنم فرایندی که من تشریح کردم میتونه به شکلی عظیم و مؤثر اتفاق بیفته در هر زندگی لحظات بزرگ و دگرگون ای از آزمونهای دشوار وجود دارند که در نهایت یا موفقیت بزرگی برمغان میارن یا نابودتون میکنن اما این فرایند میتونه به طور روزمره و در قالب رخدادهای کوچک و تدریجی نیز جریان داشته باشه هر روز امکان پیدا کردن زعف ها و کاسی های کوچک یاری و پشتیبانی دیگران و تلاش برای تصیح خطاها وجود داره شخصیت هم در جریان ماجراهای بزرگ ساخته میشه و هم در طول روز هم در طول زندگی و روزمره شکل میگیره آنچه در نمایش اختصاصی در معرض مخاطب قرار گرفته بود چیزی فراتر از یک امر زیبایی شناسانه یا یک سبک خاص بود هرچه بیشتر در اون دوران کنکاش کردم بیشتر متوجه شدم که انگار به یک سرزمین به کلی متفاوت از منظر اخلاقیات نگاه می کنم. شروع کردم به دیدن طبیعت انسان از زاویه دیگر نگرشی متفاوت نسبت به اینکه چه چیزی در زندگی مهم است. فرمولی متفاوت برای زیستن در قالب یک شخصیت واقعی و عمیق. من نمیدونم چه تعدادی از مردم در آن روزگار در قالب این زیستگاه اخلاقی متفاوت می گنجیدند. در قالب این زیستگاه اخلاقی متفاوت می گنجیدند. اما مشخصا اده از آدمهای اون دوران چنین بودند و من متوجه شدم که چنین افرادی عمیقا برای من قابل احترام و ستایشند. باور کلی من اینه که ما از روی تصادف این سنت اخلاقی رو در طول مسیر جا گذاشته ایم در طول چند دهه گذشته ما این زبان و این شکل از سازماندهی زندگی رو فراموش کردیم ما آدم های بدی نیستیم اما از چارچوب های اخلاقی لازم هم بیوهره ما بیش از آدم های دوران دیگر خودخواه و خودفروش نیستیم اما درک خودمون رو نسبت به اینکه شخصیت چطور ساخته و پرداخته میشه از دست دادیم سنت اخلاقی الوار خمیده که بر اساس آگاهی نسبت به گناه و لغزش و رویارویی با آن بنا شده مرد ریگی بود که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شد و به آدم ها درک روشنتری نسبت به این موضوع می داد که چطور باید فضایل ستایش نامهی خودشون رو پرورش بدن چطور می تونستن جلوه آدم دو رو در سرشت خود پر رنگ تر سازن؟ بدون این سنت فرهنگ مدرن امروز به ویژه در حوزه اخلاق اسیر نوعی سطحی نگری و بیمایگی خواهد بود باور اشتباه اصلی در زندگی امروز اینه که دستاوردهایی که در قلم روی آدم یک حاصل میشن میتونن خوشنودی و رضایت عمیقی در ما به وجود بیارن این نادرسته امیال و خواسته های آدم یک نامحدودند و همیشه یک قدم آن طرفتر از جایی هستند که به آن رسیده ایم آدم یک به دنبال خوشبختیه اما آدم دو میدونه خوشبختی کافی نیست نهایت لذت ها لذات اخلاقی هستند